بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خود این آیه کفایت می کند کسی که بفهمد چه ماهی در پیش. در یک آیه خدا عظمت این ماه را بیان کرده به این جهت: این ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. اون هم چه قرآنی؟ بینات من الهدى والفرقان. در یک آیه دو عنوان، هم قرآن هم فرقان. کلمه فرقان شرح مفصلی داره، کلمه قرآن هم شرح مبسوطی. قرآن چیز، فرقان چیز؟ عمر گذشت و ما به حقایق این دین نرسیدیم. اولا زمان ظرف، خود زمان، اون چه در زمان واقع میشه، این دو باید ملاحظه بشه. در ماه رمضان این خصوصیته که اولا خود زمان استثنائیه. رسول خدا در روایتی که اهمیتش به اینه که خود اون حضرت خطبه خون در جمعه آخر شعبان فرمود: قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. ماه خدا به سوی شما اقبال کرده. عنوان شهر الله، ماهی که طرف اضافهش اسم الله. درک عظمت این ماه از عقل بشر عادی بالاتره. اون وقت مهم اینه که همه این عظمت، تمام این جلال که پیغمبر فرمود ایامش افضل ایامه، شبهاش افضل شبهات، ساعاتش افضل ساعات، همه این عظمت در اثر یک مطلب، و اون مطلب اینه: انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. همه این عظمت در اثر اینه که در این ماه یک شبه و اون شب تقدیره. اون شب همه اعمال، اعمار، ارزاق مقدر میشه و تمام اون تقدیرات بر ولی امر نازل میشه و همه اون صحائف به امضاء صاحب الزمان مزین میشه. عظمت این ماه در اثر اون شب، عظمت اون شب هم در اثر نزول قرآن. از این مجلس باید حد اکثر استفاده رو بکنید. اینها که میگم با دقت گوش کنید. جوهره همه مطالب در این چند کلمه است. اولا قرآن رو باید شناخت. قرآن چیه؟ تجلی خداست. اینه که عقل مبهوته. تجلی کبریاء الهی در سر تا سر این کتاب. هر آیه‌ای خزینه ایست. این خزینه هفت بطن داره. در هر بطنی چه خبره؟ عباراتش برای عوام، اشاراتش برای علما، لطائفش برای اولیا، حقائقش برای انبیا. قدر این زندگی رو بدانید. از امروز به این مطالب عمل کنید. این روایتی است که کلینی شیخ المحدثین در کافی و صدوق رئیس المحدثین در ثواب الاعمال این دو رک نقل می کنن. اونم از کی؟ از کسی که لسان الله ناطقه. خلاصه بیان رو میگم. اگر کسی از جوانی، از دوران شباب قرآن بخوانه و اون قرآن با گوشت و خون او ممزوج بشه، این جوان وقتی از دنیا بره حشرش مع سفرت الکرام البرره، یعنی محشر او با ابراهیم خلیل الرحمنه. حشر او با موسی بن عمرانه. حشر او با عیسی بن مریمه. اگر زن مخلوط بشه این روح با قرآن، حشر او با مریم بنت عمرانه، با صدیقه کبرا دختر پیغمبر آخر الزمان، بعد که در قیامت سر از خاک برمی‌داره
اگر تا حالا غفلت کردید از حالا فرصت رو غنیمت بشمارید، در هر سنی که هستید شروع کنید به ترتیبی که الان گفته میشه. مطلب به قدری مهمه که رسول خدا، خوب دقت کنید، فرمود اگر کسی در ماه رمضان یک آیه قرآن بخوانه ثواب یک ختم قرآن داره. یعنی چه؟ یعنی در این ماه اگر بگی یاسین فقط، الف لام میم، در دفتر عملت ثواب یک ختم قرآن می نویسن. وقت یک ختم قرآن چی داره؟ عقل مبهوته. هر ختم قرآنی دو مطلب تمامه، یکی براءت، یعنی برات آزادی از آتش جهنم، یکی دعای مستجاب. ماه رمضان اینجور منقلب میکنه، وقت نتیجهش اینه. یک آدم در ماه رمضان یک ختم قرآن میخوانه، اون ختم میشه 6030 قرآن. یک ختم قرآن در این ماه اینجوره. منتها کاری کنید که این برنامه ترک نشه، چون این بیان رئیس مذهبه، اون هم از زبان امیرالمؤمنین، اون هم وصیت به فرزندش محمد حنفیه. فرمود قرآن عهد خداست. کاری کن که هیچ روزی بر تو نگذره مگر این که عهد خدا را بخوانی. حداقل 50 آیه. اگر سعادت پیدا کنی بیشتر چه بهتر. فقر او ما تیسر من القرآن. اون وقت این قرآن چه میکنه؟ اثرش چیه؟ اگر این روش عملی بشه، مرد و زن از امروز تصمیم بگیرید هر ماه یک ختم قرآن بخوانید، اون وقت اثر چیه؟ اثر اینه روز قیامت که میشه خدا دو حله به قامت این شخص میپوشانه، تاج کرامت بر سرش میگذاره، خرد را به یک دستش میده، امن را به یک دستش، بعد به اون میگویند برو به بهش، یک آیه بخوان، یک درجه بالا برو. وقت نتیجهش اینه که همه مقامات بهش تنظیم شده به عدد آیات قرآن. اگر این برنامه رو عمل کنی ممکن نیست در بهش به آخر درجه نرسی. این مطلب اول. حالا عمده اینه، فقاهت در دین اینه که اون ظرائف مطالب دینی فهمیده بشه. این حقایق در اخبار منتشره.
مجموعش اینه. حالا این قرآنی که این چنینه، اگر این جور که میگم بخوانید، همین قرآن منقلب میشه به جوری که عقل مبهوت. اون چیه؟ او اینه که از این تاریخ که شروع کردید به ختم قرآن، در هر ماه نیتتون این باشه که من این ختم را میخوانم فقط برای امام زمان. اگر این کار رو بکنی اثرش چیه؟ اثرش اینه که طبق حدیث تمامی که همه مشایخ مثل شیخ مفید، مثل کلینی، مثل سید ابن طاووس نقل کردن، جزای اون کسی که این کار رو بکنه، یعنی ختم کنه قرآن را برای امام زمان، کارش این باشه، اینه که از امام زمان جدا نخواهد شد. منتها کیست که قدر این نعمت ها رو بدان. حالا عمر گذشت، تا حالا نفهمیدیم، از حالا بفهمید. شروع کنید ختم قرآن برای او. اثرش رو کی میفهمید؟ اثرشو اونجا میفهمی. اگر یک دوره سال هر ماه یک ختم قرآن برای امام زمان کردی، شب قدر که دفتر عملت را نزد او میبرند، وقتی نگاه کرد دید تو یک سال هر ماه برای او یک ختم قرآن کردی، آیا اون سلیمان عالم وجود که تمام اون چه 124,000 پیغمبر از مناقب داشتن همه در وجود اوست، آیا او با تو جوان چه خواهد کرد؟ این هاست یه از دست ما رفته، این گوهر هاست که عمر گذشته و ما نفهمیدیم. این مطلب اول. قرآن، اون هم قرآن فقط به این قصد، به این نیت، هدیه به ولی از قطب دائره امکان، اون کسی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. مطلب دوم اینه که باید بدانید ماه رمضان چه اتفاق افتاده. اگر بخواهید بفهمید همین کلمه بسه. وقتی پیغمبر اون خطبه غرا رو خوند راجع به ماه رمضان، یک مرتبه یک نفر از جا برخاست. اون که بود؟ اون کسی بود که گفتنی نیست. که بود، چه کرد، به کجا رسید؟ اون یک نفری که از جا برخاست در مقابل پیغمبر در همچه وقتی حرف زد، که بود؟ امیرالمؤمنین.
از جا برخاست، گفت یا رسول الله، افضل اعمال در ماه رمضان چیه؟ پیغمبر جواب داد، اما چه جوابی؟ خوب اینا رو فکر کنید، خاتم النبیین عصاره عالم هستی است، یعنی تمام عالم به کمال برسه میشه مرتبه نبوت. مرتبه نبوت باد به کمال برسه میشه مرتبه رسالت. مرتبه رسالت به کمال برسه میشه صاحب کتاب. صاحب کتاب به کمال برسه میشه اولو العزم. بعد تازه به اونجا که رسید همه عصاره میشه، میشه خاتم. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این کلام خداست. پیغمبر خاتم کسیه که خدا در قرآن با او وقتی حرف میزنه میفرماید لامرو که به جان تو قسم. شبی که او رو به معراج برده برای اون سیر خدا خودش رو تسبیح کرده. اینه پیغمبر خاتم. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. امیر المؤمنین در مقابل همچه کسی برخاست، گفت یا رسول الله، افضل اعمال در ماه رمضان چیه؟ فرمود الورع و من محارم الله. ورع از اون چه خدا حرام کرده. افضل اعمال اینه. شکم از لقمه حرام، چشم از نگاه به بیگانگان، افضل میشه ورع. بعد از این کلام گریه کرد. خب خاتم که گریه کنه 124,000 پیغمبر ناله میزنن. وقتی اشک او چشم او جاری بشه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به خود میلرزه. وقتی قلب پیغمبر خاتم بشکنه و اشک او جاری بشه عرش و کرسی و لوح و قلم میلرزه. گریه کرد، گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود یا علی، گریم برای اون وقتیه که در این ماه ضربت به فرق تو میخوره. این ماه ماه همچه کسیه. حالا عاقلی باید فکر کنه. واقعی که هنوز اتفاق نیفتاده، خاتم انبیا، قطب دائره وجود، تاج سر اولین و آخرین، برای فرق شکافته او گریه میکنه. وظیفه این مملکت در 21 ماه رمضان چیه؟ افسوس که عمر گذشت.
ما چقدر تقصیر کردیم، مردم عذر میارن که روزند، با روزه حیات چجور بیرون بیاد؟ قدر نعمت رو بدانی، اگر با اون زبان روزه بیرون بیایی، برای فرق شکافته او بر سر و سینه بزنی، وقت مردن خاتم انبیا سر تو به زانو خواهد گرفت. این نعمت ها از دست رفته. فرمود یا علی، کسی که تو را بکشد مرا کشته. بعد فرمود یا علی، تو روح منی، تو مثل جان منی، تو از تینت منی. یعنی چه این حرف ها؟ یعنی عزاداری روز 21 عزاداری برای شخص خاتمه. دسته هایی که بیرون میان برای شهادت خاتم انبیا بیرون آمدن. معنای این کلمه اینه. مجالسی که منعقد میشه برای شخص پیغمبر خاتمه. اگر بشریت بفهمه نه تنها شیعه برای علی روز 21 بر سر و سینه میزنه، اگر آدمیت بفهمه هر جا انسانه، هر جا بشره، روز 21 برای علی سیاه پوشه. امیرالمؤمنین اینه. یک کلمه میگم بسه. در عهدی که به مالک اشتر نوشت، اینو دنیا باید گوش بده بفهمه. فرمود ای مالک، با مردم این چنین رفتار کن. خوب گوش بدید، بفهمید، درک کنید. فرمود ای مالک، همه کسانی که رعیت تو هستن از دو طایفه بیرون نیستن، یا برادر تو ان در دین، یا شبیه تو ان در خلق. حالا ببین با کفار عملش چیه، رفتارش با کافر چیه، تا برسه به مسلمان. فرمود مالک، در قلبت رحمت، محبت، لطف نسبت به همه داشته باش، حتی کفار. اینه حکومت اسلام، اینه حکومت علوی. 5 فرمود. عقل مبهوت. فرمود رحمت، دوم محبت، سوم لطف، چهارم عفو، پنجم صفح نسبت به همه، چه مسلمان چه کافر، چه یهودی چه نصرانی. مبادا در قلمرو مملکت تو نسبت به یک کافری کمترین تعدی بشه. دنیا باید برای گوینده این کلام عذاب گیره.
اون چه اسرار این بیانه باید بزرگانی مثل شیخ انصاری بفهمن. بعد بیانش اینه، فرمود با همه خوب دقت کنید، یعنی در مملکتی که در اون مملکت لوای اسلام و حکومت علوی بر سر پاست، باید تمام افراد اون مملکت حتی کفار زندگی با اونها، لطف با اونها به جوری باشه، ای مالک رعیت زلل داره، علل داره، ای مالک رعیت لغزش داره، چه ام چه خطا، اگر انجام دادن تو با اونها جوری رفتار کن که توقع داری خدا با تو رفتار کنه. حالا برای یک همچی کسی باید تمام دنیا عذا بگیره یا نه؟ کی شناخ علی ابن ابی طالب را؟ کسی که زیر پرچم او با کفار اینجور رفتار میشه، ببین با مسلمانان معامله چجوره. اون چه مهمه اینه که عقل مبهوته. امپراتوری روم، شاهنشاهی ایران مسخر شد براش، همه در قبضه قدرتش. فکر کنید اینها را، دانشگاهی ها تأمل کنن، علماء مملکت دقت کنن، بفهمن چه خبره، چه قوغات. کسی که ایران امروز یک ایالت نشین او بوده تا برسه به بقیه، امپراتوری روم، شاهنشاهی ایران زیر دو پاش، یک مرتبه یهودی آمد جلو گفت یا علی این زره که در اونجاست مال منه. فرمود این زره من از دستم افتاده. گفت یا علی این زره مال منه، من دست بر نمی دارم تا حاضر بشی پیش قاضی. اینا رو فکر کنید، همچه کسی، اونم کسی که از جهت معنا 124,000 پیغمبر زیر پرچم او بود، آدم و من دونه تحت لوائی و اون لوا در دست علی ابن ابی طالب. از این طرف هم حکومت دنیا در قبضه اقتدارش با یهودی آمد پیش قاضی. قاضی دید زره در دست یهودیه، حکم کرد که زره مال یهودیه. حالا فکر کنید قاضی علیه او حکم کرد، اونم به نفع یهودی. امیرالمؤمنین
زره را به یهودی تحویل داد. یک مرتبه یهودی افتاد روی قدمش، گفت یا علی، زره مال خودت بود، من همه این بساط رو به راه انداختم که ببینم این دین همون دینی است که موسی خبر داده، این ادعا رو به ناحق کردم. تو در مقابل مثل منی حاضر شدی، به محکمه آمدی، اون هم حکم قاضی را به حسب ظاهر یدش، ید من پذیرفتی. همه مقصد این بود که بدانم